به نام خدا سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز. چشم انداز امشب رو ببینید، یه فرصت کوتاه بدید برمیگردم. ارتباطتون با آقای دکتر علی صدوندی، اقتصاددان و متخصص حوزه پولی و بانکی هم برقراره. آقای دکتر صدوندی سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر پرویزیان و همچنین سلام عرض میکنم خدمت ملت عزیز ایران، در خدمت شما هستم. آقای دکتر، ما امشب ترکیب متنوعی رو از مهمانان داریم، هم از حوزه کشاورزی شروع کردیم آقای دکتر مهربانی، هم از تخصص مدیریت آقای دکتر حمزه پور رو داریم رو برنامه حسن نماینده مجلس پرسیدیم و در خدمت شما هم هستیم. مدیریت و توسعه اقتصادی کشور چه باید بکند، رئیس جمهور منتخب، تعیین کابینه، انتخاب وزرا و مدیرانی که اقتصاد کشور رو به ریل رشد اقتصادی برگردونند و این مشکلاتی که در اقتصاد هستش رو بتونن برطرف کنن. البته یه دکمه نداره بزنن سریع یه دفعه حل بشه، ولی همین الان که میاد رئیس جمهور منتخب کار دست بگیره، حدود 500 هزار میلیارد کسی بودجه باش روبروه. درست آقای دکتر؟ همین یه قلم کافیه تا بماند بقیهش. توصیه شما و پیشبینی شما و راهنماییتون چیست؟ بله، 500 هزار میلیارد تومانی که شما میفرمایید معقول هست، منتها حتی اگر 500 هزار میلیارد تومان ما کسری بودجه داشته باشیم، این که در یک ماه 7% نقدینگی ما رشد کنه برای من واقعا تعجب بزرگی داره و امیدوارم که شما به عنوان رسانه بررسی بفرمایید که چجوری. همین یه ماهه از تنخواه دولت از بانک مرکزی دیگه، منظورتون همین عدد دیگه، همین بعد یه ماه اخیر دیگه. ببینید آخه 500 هزار میلیارد تومان باید در طی یک سال تقسیم بشه. اگر قرار باشه با همین وضعیت ما ادامه بدیم، وضعیت ناگواری پیدا خواهیم کرد. اینها باید ببینید، باید مسئولین اقتصادی که سیاست گذاری اقتصادی انجام میدهند ببینید، فقط پاک دستی مطرح نیست که اون هم بسیار مهم هست. یعنی باید فردی که مسئولیت میپذیره نباید فساد داشته باشه، در این مسئله شکی وجود نداره، ولی اینکه فرد سوء تدبیر داشته باشه، اینکه فرد ملاحظات سیاسی رو در نظر بگیره، اینکه اجازه تعارض منافع متاسفانه ما در سیاست گذاری ها میدهیم، این هم مشکل خیلی بزرگی هست که اقتصاد ما باش دست به گریبان بوده این سالهای گذشته. ببینید ملاکی که مثلا مسئولین عادی اقتصادی انتخاب می شدن، ملاک چه بوده؟ دقیقا همین ملاک هایی که امروز مطرح هست، باور بفرمایید جناب آقای دکتر پرویزیان، 4 سال پیش هم همین ملاک ها مطرح بود، 8 سال پیش هم همین ملاک ها مطرح بود، 12 سال پیش هم همین ملاک ها مطرح بود. یعنی در نهایت به اینجا می رسیم که مثلا آیا فردی باشه که عالم باشه یا فردی باشه که مثلا سابقه کار در فلان مثلا اداره رو داشته باشه، و در نهایت میگیم حالا اگر عالم هم نبود، با یک بالاخره روابطی در یک مثلا ارگانی حضور پیدا کرد، این دیگه مادام العمر میتونه در واقع پست بعد از پست داشته باشه و میتونه در واقع حالا به اعتبار خودش خدمت کنه. و همین قضیه بوده که سالیان سال ما متاسفانه عقب افتادیم. یعنی معیارهایی رو که برای تعیین افراد برای خدمت در نظر گرفتیم، این معیارها به نظر میرسه که مقدار باید دچار جرح و تعدیل بشود. مثلا الان ملاحظه فرمودید که گفتن وزارت اقتصاد یه وزارت خیلی بزرگیه، ساختمان خیلی بزرگیه که از زمان در واقع با یک معماری خاصی هم ساخته شده توسط آلمان ها و این آدم توش گم میشه، بنابراین کسی باید وزیر بشه که در این ساختمان وزارت گم نشه. دقیق میفرمایید. حالا نمیگم که کسی که در نهایت میره اونجا وزیر میشه، در نهایت ساختمان دیگری هم هست نزدیک به منزل مسکونی ایشون هست، ایشون بسیاری مواقع در یک ساختمان دیگری حضور پیدا میکنه که در منزل مسکونیش باشه. ببینید اینها معیارهایی است که ما در نظر گرفتیم و کار کشور به اینجا رسید. یعنی هر نوع معیاری رو که ما میتونیم 10 تا 15 تا 20 تا معیار رو در نظر بگیریم به عنوان اینکه چه فردی میتونه این شرایط ویژه اقتصاد رو میتونه نجات بده، کدوم فرد میتواند نجات بدهد، در نهایت به یک سری معیارهای خاص میرسیم که دایره انتخاب رو به شدت تنگ خواهد کرد. من پیش بینی این هست که این بار هم ممکنه که این اتفاق بیفته. یعنی ببینید این دایره تنگ، یک سری افراد هستند که نظرهای خاصی دارن که این نظرها رو تا امروز اجرا کردن و متاسفانه به نتایج مشخص نرسیده. حتی اگر فرد با تجربه هست و قرار هست که مسند در واقع پست های سیاسی رو بپذیره، باید این قدرت رو داشته باشه که نظرات کارشناسان رو به اجرا در بیاره، یعنی گوش شنوا داشته باشه، نه اینکه ادامه روند گذشته در واقع هدف
تیم جدید باشه. من خیلی تذکر میدم، هشدار میدم که اگر که روند گذشته ادامه پیدا کنه ما وضعیت خوبی پیدا نمی کنیم. برعکس اگر اصلاحات صورت بگیره در سیاست گذاری اقتصادی، من خیلی امید دارم که وضعیت کشور خیلی خوب دگرگون بشه. یعنی جناب دکتر پرویزیان، واقعا می شود تورم رو کنترل کرد. من بارها در این برنامه عرض کردم خدمت شما، تورم رو به خوبی میشه کنترل کرد به شرطی که علم و تجربه بشری به کار گرفته بشه. واقعا ما می توانیم در همین شرایط امروز نرخ اشتغال رو افزایش بدیم، نرخ بیکاری رو کاهش بدیم. واقعا می شود چنین کرد. واقعا ما می توانیم موانع تولید رو، موانع کسب و کار رو از سر راه برداریم به شرطی که مسئولی که سر کار قرار می گیره دلسوز باشه، نه عافیت طلب. متاسفانه یکی از معیارها این هست که ببینید فرد حالا مثلا باید هیچ اظهار نظری نکرده باشه. یعنی یکی از متاسفانه من الان 20 ساله که این مسئله رو دارم میبینم که افرادی که تلاش میکنن تغییر به وجود بیارن، بالاخره هر کسی هیچ دیکته‌ای بدون غلط نیست مگر دیکته نانوشته. ما شرایطی رو میذاریم، تنگ نظری های در برخی مواقع میکنیم که افرادی که دیکته نانوشته دارند بالا میآیند، نه افرادی که تلاش کردند، نه افرادی که علم بالایی دارند، نه افرادی که دلسوزی دارند. البته خب بعضی از این معیارها معیارهای کیفی است، شما چگونه میخواید تشخیص بدید که فرد دلسوزی داره یا نداره؟ ولی خب خیلی مواقع هست که اصلا اینجوری مطرح نمیشه که آیا مثلا این فرد واقعا تلاش کافی و وافی کرده در جهت اصلاح وضعیت موجود یا خیر، تلاش کرده که وضعیت موجود اتفاقا ادامه پیدا بکنه. در خدمت شما هستم. آقای دکتر، در حوزه اقتصاد البته شما هم به خوبی میدونید من این جمله راهروهای تو در توی اون وزارت اقتصاد رو کنایه ای بود از در واقع راهروهای تو در توی اقتصاد کشور که بالاخره میشه نور درش تابوند و شفاف بشه و ببینیم چه اتفاقی میفته یا نه، و شما منظور من رو گرفتید دیگه. الان من دیگه خودم واضح گفتم و اولین توصیه هایی که شما دارید به عنوان یک اقتصاددان. حتی یه جمله، یکی دو تا جمله خیلی جذاب رو آقای دکتر دانایی فرد و شب قبل باشون صحبت داشتیم، ایشون گفتن، یه جمله گفتن که لزومی نداره در همون زمینه تخصص مثلا داشته باشه، اما باید بتونه خط مش گذاری بکنه و با مدیریت و در واقع تعیین خط مش حداقل باید آشنا باشه. و یا عبارت دیگه ایشون به کار بردن از ایته مدیریت که مدیران نزدیک بینی سیاسی نداشته باشند و اینکه حالا این 4 سال دوباره 4 سال بعدم رأی بیارن فقط صرفا این رو نبینند و حکمرانی و بلند مدت و منافع بلند مدت کشور رو ببینن. با مجموعه این صحبت که تا اینجا رسید، شما اگر بخواید چند توصیه یا اولین پیشنهاد توصیه که بخواید بکنید به مسئولین حال دستگاه اقتصادی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه، اینها چیست؟ بله، البته نکته که الان شما فرمودید دقیقا نکته بسیار درستی هست. این نزدیک بینی که ما در سیاست گذاری متاسفانه شاهد هستیم، این خیلی مشکل به وجود میاره. اتفاقا این در واقع لفظی رو هم که واژه‌ای رو هم که به کار بردن اتفاقا واژه علمی هست. یعنی اینکه ما در فرآیند توسعه اگر خیلی کوتاه نگر باشیم، همینطور که ما در کشور خودمون اینطور بوده، اگر خیلی کوتاه نگر باشیم از توسعه عقب میافتیم. ببینید چرا طرح‌های راه آهن در ایران اجرا نمیشه؟ واقعا من فکر میکنم اولویت اول زیرساختی در ایران طرح‌های راه آهن هستن و ما همه امکاناتشو داریم. امکاناتش هم نداشتیم میتونستیم به جای اینکه از درآمد ارز استفاده کنیم برای اینکه به واردات کالای خارجی سوبسید بدیم، میتونستیم از درآمد ارز برای ایجاد زیرساخت ریلی استفاده کنیم. اما چون پروژه بلند مدت هست، معمولا در دولت‌ها به نتیجه نمیرسه. حتی من خاطرم هست که یکی از افتخارات بزرگی که زمانی اتفاق افتاد، راه آهن باف مشهد رو واقعا زحمت هم کشیدن، خیلی سریع افتتاح کردن، روی این سرعتش خیلی تاکید شد که ما این راه آهن رو تونستیم در همین دولت افتتاح کنیم. چه اشکالی داره که رئیس جمهور کشور اینقدر صداقت داشته باشه به مردم اعلام کنه، بگه من این طرح رو شروع کردم 90% انجام شد، 10% بعد از روز اول اصلا اعلام کنن، بگن این طرح 5 ساله هست، ما مثلا سر 4 سال دولتمون تموم میشه، در دولت بعدی به اجرا خواهد رسید. مردم هم آگاه هستن، مردم هم میپذیرن و مردم شکرگزار خواهند بود اگر ببینن که خدمت داره در اقتصاد ایران صورت میگیره. اما در مورد سوالی که فرمودید که سیاستگذاری اقتصادی اولویت ها باید چه باشه، درست متوجه شدم؟ چون بله بین سوال شما دقیقا منظورم همین بود.
بله ببینید، من برداشتم این هست، در برنامه های دیگر هم اشاره کردم، من برداشتم این است که حتی قبل از شروع دولت به نظر من واقعا توصیه می کنم رئیس جمهور منتخب یک فردی رو به عنوان بازرس نقدینگی تعیین کنه و بررسی کنه که وضعیت نقدینگی کشور به کدوم سمت و سو داره میره، و همینطور البته این فرد باید فرد حاذقی باشه، یعنی با مسائل بودجه‌ای هم آشنا باشد. توصیه اول بنده این هست که باید جلوی تورم گرفته بشه. اگر که این فنر تورمی که یک مقدارش آزاد شده و ولی مجددا متاسفانه رشد پای پولی داشتیم، مجددا سیاست‌های تورم‌زای متعددی در سال گذشته اجرا شد، اگر این و در بودجه قانون بودجه سال 1400 روش تاکید شد، اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه من واقعا شرایط خطرناکی رو میبینم. رئیس جمهور منتخب توصیه اکید میکنم که قانون بودجه رو بلافاصله مورد بازبینی اساسی قرار بدهد. من توصیه اکید میکنم که اگر هم بنا ندارن دایره نخبگان دولت رو باز کنن، نظر کارشناسان رو بشنوند، اجازه بدن که کارشناسان رو مستقل در حضور پیدا کنن، حداقل نظرشون رو بشنوند. ما در قرآن هم داریم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی بشارت با کسانی که قول رو میشنوند و بهترین رو بر میگذینند. البته این حالا مصداق این قول چه هست بماند، ولی به هر حال این که گوش شنوا وجود داشته باشه و نظر کارشناسان شنیده بشه به نظر من خیلی کمک خواهد کرد. هرچند که در تضارب و آرا شما ببینید که در بسیاری اوقات مثلا افرادی در جبهه مقابل قرار میگیرند که فرد حتی یک کتاب اقتصاد در عمرش نخونده، بعد در جلسه که شرکت میکنه یا در مناظره تلویزیونی و رادیویی که شرکت میکنه طرف مقابل رو توصیه میکنه به خواندن کتابهای درسی. این هم هست، اینا واقعیت های کشور ماست، واقعیت های دنیا هم همینه. در بقیه کشور هم رقابت وجود داره، رقابت بین علم و جهل همیشه بوده، در کشور ما هم هست، ولی اگر که روش برخورد تغییر بکنه، اگر اجازه سخن گفتن به کارشناسان داده بشه، اگر کارشناسان جدی گرفته بشوند، بنده مطمئنم دیر یا زود سخن حق راه درست جای خودش رو باز میکنه. اما برای این که تورم کنترل بشه باید وضعیت بودجه کشور به نحوی اصلاح بشه که بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا بشه. امروز من با فردی صحبت میکردم، ایشون میگفت که مثلا این تفکیک بودجه ارزی از ریالی رو مثلا در سال 1365 فرد دیگری مطرح کرده. عرض کردم که قبل از انقلاب در دهه 1340 هم تفکیک بودجه ارزی از ریالی داشتیم. اگر این حرف خوبیه، اصلا مهم نیست که چه کسی این مسئله رو مطرح کرده. به خاطر 85 میلیون مردم مظلوم ایران خواهش میکنم که سیاست های ضد تورمی رو در پیش بگیریم. خواهش میکنم که اصلاحاتی انجام بدیم، هرچند در کوتاه مدت ممکنه هزینه های اندکی داشته باشه، ولی مطمئن باشید که در بلند مدت خیر برای کشور خواهد داشت، خیر برای این مردم خواهد داشت، رفاه رو به ارمغان خواهد آورد. پس بنابراین کنترل تورم به باور بنده سیاست اولی است که باید، اولویت اولی است که باید در نظر گرفته بشه. برای کنترل تورم یک بخش این هست که اصلاحات بودجه صورت بگیره تحت عنوان تفکیک بودجه ارزی از ریالی. بخش دوم این هست که سیاست گذاری پولی که متوقف شده، سالیان سال هست که متوقف شده، یعنی از دهه 1340 به بعد ما شاید سیاست گذاری پولی درستی نداریم. ما از تجربه جهانی بیاموزیم، از تجربه همسایگانمون بیاموزیم و سیاست گذاری پولی داشته باشیم در اقتصاد ایران و مسئول داشته باشیم، یعنی سیاستگزار پولی داشته باشیم و مجری داشته باشیم و ناظر داشته باشیم و ناظر بانکی داشته باشیم. جناب دکتر پرویزیان، شاید فکر کنید بنده دارم حرفای خیلی واضحی رو میزنم، ما کشوری هستیم که ناظر بانکی نداریم. معاونت نظارتی بانک مرکزی اولا مستقل نیست، بعد هم پشتوانه قانونی نداره. آخه کجای دنیا با چنین شرایطی شما انتظار دارید تورم بشه تورم رو کنترل کرد؟ خب چرا هیچ مسئولی پیدا نمیشه که تأکید کنه روی نظارت بانکی، با اینکه اجماع مردم هم این هست که نظارت بیشتری انجام بشه. مردم از فساد گریزان شدند، خب ما چرا نمیریم مثلا در بانک ها نظارت داشته باشیم؟ چرا یک دستگاه پیشرفته، یک دستگاه متخصص، کارشناس ناظر بر کل نهادهای مالی تشکیل نمیدهیم، مثل تجربه‌ای که کشورهای دیگه داشتن، مثل مثلا تجربه‌ای که در آلمان به تحت عنوان بافین تشکیل شد. ما چرا از تجارب دنیا استفاده نمی کنیم؟ کشور آلمان حتی قبل از ادغام پولی، قبل از ایجاد یورو، یکی از کمترین نرخ‌های تورم در جهان رو داشته. چگونه اینطور بوده؟ یک زمانی بوده که آلمان بالاترین نرخ تورم در جهان رو ثبت کرده، یعنی بین دو جنگ جهانی بالاترین نرخ تورم در جهان رو ثبت کرد. خب چطور شد که به جایی رسیدن که پایین‌ترین نرخ‌های تورم در جهان رو داشتن؟ این مطالبه عمومی بود،
مبارزه با فساد بود، نظارت بر نهادهای مالی بود، اجرای درست سیاست‌گذاری پولی بود، بانک مرکزی مستقل قوی بود که باعث شد آلمان برای سالیان سال بتونه قدرت پول خودش رو بعد از اون بحران بزرگی که داشته و حتی بعد از خرابی‌های جنگ جهانی دوم به خوبی بتونه قدرت در واقع حفظ ارزش پول رو به خوبی انجام بده. ما اگر میخوایم موفق بشیم، اگر میخوایم مثل آلمان صنعتی بشیم، باید بتوانیم تورم رو کنترل کنیم، باید از علم و تجربه بشری استفاده کنیم. علاوه بر کنترل تورم، مسئله کسب و کارها به باور بنده اولویت خیلی بالایی داره. سالیان سال هست که عنوان میکنیم که مثلا حمایت از تولید داخلی، حمایت از کسب و کار، حتی سالیان سال هست ما یک قانون مترقی در مورد اصل 44 قانون اساسی تصویب کردیم، متاسفانه به اجرا در نمیاد. حتی اقتصاددانان ابا دارند، سیاستگزاران ابا دارند که در مورد این مسائل صحبت کنند، انگار احساس شرم میکنند. احساس شرم نداره، باید مبارزه کنیم تا وقتی که موفق بشیم. بارها در این برنامه عرض کردم 2500 مجوز مخل تولید داریم. ببینید از جناب رئیس جمهور محترم تقاضا دارن، نه فقط در دستگاه اجرایی، حتی در قوه قضاییه، در قوه مقننه هم باید این مجوزهای مخل تولید باید متوقف بشه که نشد در این سالها. سالیان سال تلاش شد فقط برای یک بازار، بازار خدمات حقوقی، کانون وکلا و کانون کارشناس عرضه، هر دو ما تلاش شد که این بازارها آزاد بشه و متاسفانه تا امروز هم قضیه ادامه داره. یا در زمینه داروخانه ها میبینید اخیراً گویا پیشرفتی صورت گرفته ولی هنوز شبهه ایجاد میشه. تا وقتی که ما نریم به سمت آزادسازی اقتصادی، تا وقتی که ما به مردم خودمون اعتماد نکنیم، اطمینان نکنیم، مردمی سازی رو در اقتصاد رواج ندهیم، مطمئن باشید که ما به جایی نخواهیم رسید. جالب اینجاست که تسهیل کسب و کار، مانع زدایی، خب امسال سال مانع زداییه، برفرض این دولت هم نمیخواد مانع زدایی رو اجرا کنه، برنامه دولت آینده در زمینه مانع زدایی چیست؟ من سؤالی که مطرح نکردم در دوران انتخابات ریاست جمهوری الان مطرح میکنم. تک تک کاندیداهایی که حضور پیدا کردن به عنوان تلاش کردن که نظر مردم رو جلب کنن، چرا در مورد مانع زدایی صحبتی نشد یا به ندرت صحبت شد؟ چرا در مورد این همه سنگی که جلوی پای مردم میندازن چرا صحبتی نشد؟ چرا ما دوباره سعی میکنیم بلافاصله قوانین محدود کننده برای اقتصاد ایران تصویب کنیم؟ به جای این یک مدتی تلاش کنیم که بندها رو باز کنیم، تلاش کنیم که محدودیت ها رو انشالله برداریم. مطمئن باشید اگر محدودیت ها از پیش پای مردم مظلوم ایران برداشته بشه، مطمئن باشید این اقتصاد پرواز خواهد کرد. بنده شک ندارم ما بهترین وضعیت جمعیتی رو الان در دنیا داریم، الان در دنیا داریم، 20 سال دیگه اینطور نخواهد بود. چرا از این فرصت استفاده نمی کنیم؟ چرا اجازه نمیدیم جوانان کارشون رو انجام بدن؟ در هر رشته‌ای که من مراجعه کردم، تحقیق کردم، در هر رشته افرادی که سنی ازشون گذشته احساس حق میکنن. عزیزان من، شما وقتی که به منصب رسیدید سنتون 20 تا 30 سال بوده، اون زمانی که شما این پست ها رو به دست آوردید، مناصب رو به دست آوردید بدون، در بسیاری مواقع بدون تحصیلات مرتبط. حالا اجازه بدید جوانان همون زمان، اگر که اون زمان کشور باقی ماند و کشور رشد کرد و بالنده شد، الان هم اگر ما به جوانان اعتماد کنیم کشور ما رشد میکنه، کشور ما بالنده میشه. ما نیاز داریم یک سیستم شایسته سالاری داشته باشیم که جوانان کشور، اونهایی که مستعد هستن، نخبه هستن، اینها رو ما جذب کنیم. چطور دیگران جوانان ما رو جذب میکنن، نخبه های ما رو جذب میکنن، چرا خودمون در جذب نخبگان وامونده ایم؟ ببخشید جناب آقای دکتر پردیزیان، ببخشید بینندگان محترم، اگر بنده صراحت لهجه داشتم امشب. من از آقای دکتر، حالا چون دوستان بهم اتاق فرما گفتن که امشب شما تا 10 بیشتر فرصت ندارید، برای همین سکوت کردم، این سوال جدیدی نپرسیدم که از زمانی که دارید حداکثر استفاده رو ببریم که صحبت بفرمایید. یه چند دقیقه هم بیشتر صحبت کردین، زمان دارید بالاخره با ما بمونید یا نه باید خدافظی کنیم با شما آقای دکتر؟ خواهش میکنم، من الان در خدمتتون هستم، مشکلی بود که فعلا بهتر شد. خب من به شما پس برمیگردم مجدد، چون سوال دیگه از شما دارم آقای دکتر. آقای دکتر سعدوندی، دقایق 2-3-4 دقیقه پایانی برنامه و ساعت پایانی شما در خدمتتونم. خواهش میکنم. ببینید در این برنامه همه مهمانان محترم به نحوی روی مسئله شایسته سالاری تاکید کردن.
و من هم واقعا همسو هستم. من احساس میکنم که ما در این زمینه سیستم مناسبی نداریم، نظام شایسته سالاری مناسبی نداریم. من میخوام ارجاع بدم به نظام بانکی که پس از سالها نظارتهای متعددی که روی نظام بانکی در سطح دنیا وجود داشت، در نهایت به این نتیجه رسیدن که علاوه بر نظارت حتما باید مارکت دیسپلین یا انضباط بازار هم در واقع اجرا بشود. این به این معنی هست که باید افشای اطلاعات صورت بگیره و مردم نظارت کنند و سوت زنان به موقع سوت بزنند. یعنی اگر مدیر اومد ادعا کرد که مثلا مدرک دکترای فلان داره، همکلاسیشون اگر میدونن که ایشون مدرک دکترای درستی نداره، با شهامت این همکلاسی میاد اطلاع میده و به خاطر اینکه اطلاع داده و جلوگیری کرده از اینکه یک فرد نامناسب که ادعاهای نادرست داره در رأس کار قرار بگیره و اقدام به تخریب وضعیت معیشتی مردم کنه، این فردی که سودزن بوده، این فردی که افشا کننده اطلاعات بوده، نه فقط تنبیه نمیشه بلکه باید تشویق بشه. حتی در بسیاری از کشورها در زمینه سودزنان، حالا در مسائل دیگر، حتی تشویق پولی هم، یعنی تشویق مثلا ریالی یا دلاری هم در قانون تصویب شده. من توصیه‌ام این هست که رئیس جمهور منتخب یک سامانه‌ای رو به وجود بیاورند که در اولین مصاحبه هم عنوان فرمودند و این خیلی مثبت هست. سامانه‌ای رو به وجود بیاورند، افرادی که توانمند هستند انتخاب بشوند یا خودشون کاندید بشوند یا افراد دیگر اینها رو کاندید کنند، افرادی که مثلا از جانب گروه‌ها مطرح میشوند، از جانب احزاب مطرح میشوند با شناسنامه مشخص. حزب فلان میگه که من فلان فرد رو برای وزارت خارجه معرفی میکنم، حزب دیگر میگه من فرد دیگر رو معرفی میکنم، و رزومه این افرادی که ادعا دارند میتوانند وضعیت اقتصادی و معیشتی و وضعیت مدیریتی کشور رو اصلاح کنند، رزومه پیشینه این افراد در اختیار عموم قرار بگیره، در معرض عموم قرار بگیره. اون وقت نه فقط مردم عادی، حتی خبرنگاران، حتی رسانه ها میتونن تحقیق کنن ببینن که پیشینه هر کدوم از این افراد چگونه بوده، چقدر موفق بودن در کارهای گذشته، چقدر ادعاهاشون درست بوده. و همین که نظارت مردمی وجود داشته باشه، شما مطمئن باشید که ما بسیاری از خطاها رو میتونیم اجتناب کنیم، بسیاری از انتخابهای ناشایست رو که ناشی از ندانستن ما هست، ناشی از اعتماد به ادعای افراد هست، میتونیم جلوی اینها رو بگیریم. و اگر این سیستم یک سیستم مردمی، یک سیستمی که مورد تایید همه باشه، شفاف باشه، اگر این سیستم به وجود بیاد، مطمئن باشید بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد. در کشورهای دیگر مناصب دولتی حتی حقوق و دستمزد و کل انتقال هایی که به افراد، در واقع به مسئولان دولتی و به حتی کارمندان دولتی، کل حقوق و دستمزد و مزایا کامل در وبسایت منتشر میشه. من میتونم نمونه های متعدد خدمت شما نشون بدم که چگونه، اگر که شما، حتی دوستان میتونن تحقیق کنن، بینندگان میتونن تحقیق کنن، ممکنه یک ایرانی رفته باشه خارج از کشور، مشغول باشه مثلا در یک نهاد دولتی داره کار میکنه، شما اسمشو که در اینترنت بگردید احتمالا پیدا میکنید که ایشون حقوقش، دستمزدش، حتی خیلی جا آدرس کجا هست، کجا ساکن هستن، چند تا خونه به نامشون هست. آقای دکتر، ما زمانمون به پایان رسیده، جمله پایانیتون رو بشنویم، خداحافظی کنیم. بله، امیدوارم. ببینید، مجلس فعلی با شعار شفافیت روی کار اومدند. خب این یک سال واقعا تلاش زیادی صورت نگرفته، لااقل به باور بنده، به قضاوت بنده. امیدوارم در سال دوم مجلس و سال اول دولت ما انشالله به سمت شفافیت جدی بریم. امیدوارم ایران سردمدار شفافیت در دنیا باشه و از این طریق ما بتونیم سربلند باشیم در دنیا. سپاسگزارم. خیلی خوشحال شدم آقای دکتر سعدانی، امشب در خدمت شما بودم. تشکر میکنم هم از شما، هم از آقای دکتر حمزه‌پور، هم آقای دکتر مهربانی که در خدمتتون بودیم امشب. انشالله که برنامه امشب مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. 2029 در خدمت شما هست. تا داریم خداحافظی میکنیم، فضای مجازی برنامه چشم‌انداز رو تهیه کننده باز زیرنویس خواهد کرد. با ما همچنان در ارتباط باشید. چاو، خدا نگهدار.